جونم براتون بگه الان میخوام براتون یک قسمتی رو پخش بکنم از برنامه‌های قدیمی شهرام عزیز که در تلویزیون دیار داشت. تلویزیون خیلی خوبی بود، تلویزیون انترتینمنت بود. مانوک خدابخشیان، این مفسر معروف رادیو تلویزیون کشورمون، توش فعالیت میکرد در روزهای آغازینش. بعدن کم کم رفت جلو و کارگردانیشو شهروز رفیعی دوست خوبمون میکرد و دیگه خدمتتون عرض کنم اوایل کار ستار این خواننده بزرگ باشون همکاری داشت و خیلی برنامه‌شون پرپر و پیمون بود، قشنگ بود. حالا تو جمع ویدیوهایی که دارم یه قسمتی رو با هم نگاه میکنیم و بعد برمیگردیم و دنباله برنامه ها جایی نرید، قسمت ها خوشگله، لذت میبرید. با هم نگاه میکنیم قسمت اول رو که با شهرام مرد اول موزیک پاپ شروع خواهد شد. سلام، خوش اومدید برای دیدن برنامه تلویزیون دیار. طبق معمول بنده همیشه یه خوش آمدی برای دستگرمی به شما. اولا که ببخشید اگه بازی خوره وضع موی ما ناجوره، هی میریزه تو صورت اون خاطری که موی بنده بلند میشه واسه فرق باز میشه، یاد مهندس بیلی میافتم. در هر صورت یه توضیح راجع به موم دارم که رفقا درگیر نشید و به بنده شکایت نکنید دوباره، بگه آقا موهاتو شونه کن برادر. در هر صورت میگم شده توی مدتی که از ایران اومدیم اینجا، شما که چیزی دارین بندر نگاه میکنین، تا رو جلو آینه رفتین، البته جلو آینه که رفتین 50,000 بود، چه میدونم 200,000، ولی شده که جلو آینه برین و یه خورده خودتون نگاه کنین ببینین اون آدمی که شما دارین جلو آینه نگاه میکنین آیا خودتونین؟ نه واقعا کاری اصلا به چین و چروک یا موی سفید برای آقایون ندارم، یا خانما که نگاه کنم ببینم مثلا نمیدونم تغییری کردن، صورتشون یه خورده شکسته تر شده یا اینجوری یا اونجوری، اصلا کاری به این کارا ندارم. منظورم اینه که تو آینه نگاه کردین و عمیق‌تر نگاه کردین که ببینین چقدر فرق کردین. آیا شما همین آدمی هستین که از ایران اومدین؟ اینجا فعل و انفعالات روزگار و روزگار این امریکا تأثیری روی شما گذاشته؟ والا من که نگاه میکنم تو آینه، خب من چند جور تو آینه نگاه میکنم. یکی وقتی که میخوام ریشم رو کوتاه کنم، یکی وقتی که میخوام به قول معروف موهامو درست کنم به خودم برسم، و بعضی وقتا هم تو خونه یه آینه قدی دارم جلوش وای میسم ادا و اصول در میارم که ببینم دستم اینجوری کنم خوبه، کلم اینجوری کنم خوبه، نمیدونم انگشتم اینجوری کنم خوبه. بالاخره کار ما همین است، ما باید بالاخره یه جورایی اعتقاد دارم که هنرمندا مثلا کسایی که روی سن میرن باید حداقل هفته یکی دو بار جلوی آینه وایسن با خودشون یه میدونی یه بالاخره تکونی یه کاری بکنن که ببینن چی کاره هستن. اون چیزی که خودشون تو آینه میبینن وقتی شنونده یا بیننده که جلوشون نشسته نگاهشون میکنه خوششون میاد خوششون نمیاد، فکر کنم این هر هنرمندی این لازمه کارش. اما وقتی جلو آینه نگاه میکنم بعد وقتی دقت تو چشم خودم چشم بینظر نگاه میکنم ببینم آقا من یه جورایی تغییر کردم. بله من 18 سال اومدم امریکا و واقعا باید بگم که روزگار امریکایی در بنده تأثیر گذاشته. حالا شما واقعا دقت کنین تو آینه نگاه کنین خودتون رو ببینین، شما همون آدمی هستین که از چیزایی که خوشتون میمد حالا هم خوشتون میاد، یا اون چیزایی که دوست نداشتین حالا دوست دارین، یا بالعکس اونجوری که دوست داشتین حالا دیگه دوست ندارین. من فکر میکنم خیلی همون عوض شد، برای که وقتی توی این اشتباه، خب من یه حرفه‌ای دارم که دائم با شما رفقا هستم دیگه، و میبینم کسایی که اصلا یه آدم های دیگه ای بودن حالا یه آدم های دیگه ای شدن. تمام این حرفا رو زدم به خاطری که میخوام به عنوان یه کوچکتر، یه بزرگتر، یه همسن شما، یه هموطن شما، یه رفیق شما، یه کسی که سالها برای شما خوندم، سالها برای شما کارهای هنری درست کردم، یه نصیحتی به شما بکنم، نصیحت نه، یه پیشنهادی به شما بدم. و اونی که اجازه ندیم که این سر نخ دوستی و محبتی که بین ما ایرونی ها هست از دستمون در، به خاطری که اگه قرار نباشه من هوای شما نداشته باشم و شما هوای من نوعی و بقیه همدیگه هوای همدیگر نداشته باشیم، پس کی باید به داد ما برسه؟ واقعا باز زبونم میگیره خوده، کی باید به داد ما برسه؟ من مدت ها بود اوائل که اومدیم اینجا تمام رسانه گروهی ها به خاطری که بعضی ها واقعا حرفشون این بود و بعضی ها حرفشون این نبود درگیری زیاد با هم داشتن. حالا چه از نظر کسایی که تو رادیو بودن، برنامه رادیویی، چه از نظر کسایی که روزنامه و مجله داشتن، و چه کسایی که در کار خوانندگی و هنر اینجوری بودن، تئاتر و سینما و مخصوصا تلویزیون ها. خب سالها با هم دعوا کردن، سالها لجبازی کردن،
و به شما بگم که غیر از ضرر هیچی عایده، هیچ کدوم نشد. خیلی اولا تو این ماجراها از بین رفتن، به خاطری که وقتی شما تمام انرژیتون رو میذارید که یک کسی که دوست ندارین یا فکر میکنید که دشمنتونه، که واقعا عمیق اگه فکر کنید میبینید دشمن نیست، تمام انرژیتون رو بذارین که بخواین اون رو از بین ببرین، خودتون هم از کارتون عقب میاد. من یه متدی برای این کار خودم دارم که هر وقت از کسی دلخورم یا فکر میکنم که داره سر به سرم میذاره و یا دوستش ندارم، اگر همکارم باشه سعی میکنم که یه جوری کار خودم رو بیشتر و بهتر انجام بدم تا بتونم از اون جلو بذارم، نه اینکه تمام فشارم بذارم که اونو نابود کنم، چون فکر میکنم هم وقتم از بین میره هم که تمام انرژیم تمام میشه. حالا منظور از این حرفا اینه که داشتم میگفتم مدت ها بود که این مسائل اختلاف بین تمام رسانه های گروهی بود و الان یکی دو سه سالیه که خب این مسئله تموم شده و همه دست به دست هم دارن و بگذاریم که از نظر اقتصاد خب مملکت عقب رفته و به همه این رفقای دست اندر کار تمام مسائل ارتباط جمعی ضرر خورده. من فکر می‌کنم این کافیه. الان متاسفانه در بعضی از تلویزیون دوستان می‌بینم، در بعضی از روزنامه‌ها خوندم، در بعضی از مجلات خوندم، در رادیو شنیدم که بعضیاشون دوباره شروع کردن با هم اختلاف پیدا کردن و شروع کردن که به همدیگه آزار رسوندن. من با همه اینا دوستم. ممکنه الان وقتی این برنامه پخش میشه من فردا بیان بگن اینا چیا بود گفتی، برای چی اینا رو گفتی، تو که خود جز اینایی، تو که خود جز اونایی. و راست میگن، چون اینجا یک ترازویی هست که شما باید این موازنه، این ترازو رو نگه دارید. برتب به علت زیاد بودن هنرمند اینجا و تلویزیون و روزنامه این مسائل به خاطر اجتماع ما ایرونیا این مسئله به هم خورده میگه. خب بعضیا میرن این طرف ترازو، بعضیا میرن اون طرف ترازو و یک دشمنی بزرگی ایجاد میشه. شهرام اصلا چکون نخورده،
این داستان مال 20 و چند سال پیش بودا. نوشته بود نمیدونم 21 شهریور 1375، الان چند سال میشه؟ حالای 20 ساله. اگر از قسمت‌های مختلف برنامه‌ای که براتون می‌ذاریم خوشتون میاد، روی سابسکرایب هیت بکنید تا عضو ما بشید که همه روزه آپدیت میشیم با ما و هر تصویر جدیدی که بذاریم برای شما به معرض نمایش در میاد. با یوتیوب کانال ITN باشید.